بهشون بگم که الان ما تو یک دوران در واقع دورانی هستیم که الان همه چی توش تعیین تکلیف خواهد شد. رژیمم همین الان تو خونگی فکر میکنه با دستگیری شما، زندانی کردن، شهید کردن، همین اعدامایی که اواخر بود، فکر میکنه این که ما متوقف کنه اشتباه میکنه. چند سال مجاهدین دارن ادامه میدن، شما هم از پاسا تا الان هر چقدر تلاش کرد قیام خاموش کنه نتونست و شما اینو اثبات کردین که ما خیلی افتخار میکنیم به همه قیام آفرینان و خصوص جوانان که هر بار جونشون رو کف دست خودشون میذارن میرن تو خیابونا. یکم من خواستم علاوه بر نسل قیام و همه هموطنانم در داخل به هموطنانم تو خارجم پیام بدم، به خصوص هواداران کانادا و آمریکا که باشون بودیم، که من خیلی بهشون افتخار میکنم که الان این همه سال دارن پایداری میکنن، مخصوصا از پارسال که از در واقع 6-7 مرداد که بود، من یادم همه صحنه هاشون لحظه هاشون ما تو سیمای آزادی میبینیم. خیلی هم بهشون افتخار میکنم چون تو سرما گرما همطور که خودتونم گفتین دارن وایستادن و همه قیمت رو دارن از خودشون میدن. که من خودم خواستم حتما به همشون به تک تکشون سلام برسونم که الان بخواییم اسم بگیم چون دیگه خیلی زیاده. منم از اینجا خواستم به بچه قیام سلام بکنم، اصلا دخترهای شجاع که الان همه تو خیابونه هستن و شعار میدن و بذارفته این که توی سالگرد قیام 23 خرداد خواستم بگم که ما همه با هم هستیم. شما هم مثل همون پارسال بریدین تو خیابونه، اتفاقا از همین هم رژیم خیلی ترس به لرزه افتاده که الان هم میدونه که دیگه به تای خط رسیده. از طرف هم خواستم به همه دوستای خودم تو خارج کشور سلام بکنم که تو این سالیان تو سرما تو گرما میان بیرون اعتصاب میکنین، اعتراض میکنین، بالاخره الان ما و شما با هم یکی شدیم، یکی هستیم و اتفاقا هم به قول همین بچه های قیام ما همه با هم هستیم و ملت بیشکستیم. حالا همین جان ببخشید ناصر، من برای اینکه دوستانی بینندم بدونن، حمید در واقع ناصر خادمی اسم پدر شهیدش رو در اشرف بله برای خودش انتخاب کرده و چه افتخار بزرگی هم هست و اشرفی ها ناصر رو حمید صدا میکنن. خب ناصر جان، حالا برای ما بگو که در همون سالهایی که در ایران بوده قبل از اومدن به شهر اشرف، واکنش مردم، اطرافیان، دوستانت نسبت به خودت و خانواده شهید چی بود؟ مثلا وقتی که میفهمیدن تو فرزند یک شهید هستی چی میگفتن؟ چه برخوردی داشتن؟ خاطرات زیادی داری حتما در این زمین. بالا واکنش ها از یه طرف آدم شرمنده نمی‌کرد، از یه طرف هم یه چیزی یه حرفی با آدم می‌زد. من راست بگم خودم که پدرم بودم که ندیدم. من وقتی که پدرم بودم شهید شدم، من مثلا یه سال خورده بود، یه سال پنج ماه بود، ولی خیلی از چیزایی که مثلا از این پدرم بودم فهمیدم کلا از مجاهدین،
چون ایران که دیگه خود بودی دیگه بسته است دیگه، مثلا نمیشه که شناخت همه جنبه پیدا کردن سر مجدی. از همین واکنش رو من فهمیدم که این مسیر چقدر حق. مثلا یه قلم همسایه هایی که مثلا دور خونه هم بودن